و باعث تغییرات در رفتار ما و
میشه بغرام 2500 سال قبل، از همون زمان که ما این تمدن هخامنشی در ایران شکل گرفته. بغرام معتقد بود مسائل رفتاری ما از مغز ما منشأ میگیره و مغزه که اگر خوب کار بکنه ذهن ما خوب کار میکنه، اگر مغز ما خوب کار نکنه باعث تغییرات در رفتار ما میشه. این داستان ادامه داشت تا رسید به قرون وسطا. در قرون وسطا غرب دوباره برگشت به تفکر قبل از یونان، اما کشورهای که این سمت هستن کشورهای اسلامی متون یونانی و بغرات دنبال کردن. خب کارهای ابوالی سینا هست، کارهای اخرانی و خیلی دیگه من نمیخوام توضیح بدم. اونها این مسیر رو دنبال کردن. میرسیم به قرن 17 به دکارت. دکارت میاد دوباره این سوال رو مطرح میکنه که ارتباط ذهن و مغز و بدن چی هست، که اونجا کاملا میاد مطرح میکنه که ذهن ما کاملا یک فضای، یک فیلد جدایی است از مغز ما و بدن ما و این دو کاملا مستقل از هم دیگه کار میکنند. در محل یونان پیناوادی اینا هم دیگه وصل میشن و این تفکر، تفکر نزدیک به 300 سال در اروپا حاکم بود و دوالیسم مطرح میکنه که ذهن ما جدا کار میکنه، بدن ما کاملا جدا کار میکنه و خیلی اثر گذاشت روی هم طب و هم روی فلسفه. و به همین خاطر هنوز هم شما در اروپا و انگلیس هنوز هم بیمارستان های روان پزشکی با بیمارستان های عمومی قطعش نمی کنند. یعنی اینقدر این را ریزدار هست که موضوع که شما در لندن داریم کاملا میدونیم بیمارستان های مثلا بهترین رویال که بیمارستان روانی هست نزدیک به 600 سال عمر داره با بیمارستان پزشکی الان قطع نشده. و این تفکر ادامه داشت تا اواخر قرن 19 هم اگر من عکسش رو داشته باشم، دانشمندی پزشکی به نام گریزینگر که پزشک آلمانی هست اومد با جرأت و جسارت گفتش که نه، اتفاقا همه مسائل روان پزشکی و رفتاری ما، اگر ما خشمگین میشیم، اگر به صورت توهم میشیم، اگر بدبین میشیم، از مغز منشأ میگیره و مغزه که این تغییراتش باعث بروز نمایی خواهد شد. و به عبارت میگن گریزینگر پایه‌گذار نوروسایکولوژی، یعنی اومد گفت ذهن و مغز با هم دیگه. البته ما بدون تعصب برگردیم به تاریخ پزشکی، اخوینی رو میشه اولین کسی گفت که ایرانی هم هست، در واقع مال بخارا بوده، اومده یکی بودن مغز و رفتار رو با هم مطرح کرد. تفکر گریزینگر ادامه داشت تا اوایل قرن 20 و حتی تخصص‌های نوروسایکولوژی شکل گرفت، کسایی که هم نوروسایکولوژی می‌دونستن هم روان پزشکی. اما از نیمه اول قرن 20 با ارائه تئوری روان کاوی توسط فروید این نگاه دوباره تغییر کرد و فروید اومد مطرح کرد که مسائل و مشکلات رفتاری ما ناشی از فعل و انفعالات ذهنی ماست، به خاطر اینکه حالا من مفصل نمیخوام بگم. و اومد مطرح کرد اصلا ذهنی که کاملا به خاطر واکنش هایی که نسبت به اتفاقات گذشته رخ میده در 5 سال اول زندگی، اون چیزی که ما تجربه میکنیم رفتار ما رو در آینده مطرح میکنه. لذا مجدد روی کرده فروید منجر شد که مغز از ذهن از هم دیگه فاصله بگیرن و نگرش حاکم بر قرن 20 این بود، یعنی اینکه جدا شدن روان پزشکی و نوروولوژی دو رشته مستقل از هم دیگه شدن و کاملا با هم دیگه فاصله گرفتن که ما هم حاصلش رو میبینیم در حال حاضر کاملا دو تا رشته تقریبا جدا از هم هستن. اما اواخر قرن 20 اتفاق افتاد که این اتفاقات منجر شد که نگاهمون تغییر بکنه به واسطه روش های تصویر برداری در سیستم اعصاب و همچنین یافته های الکتروفیزیولوژی. شواهد زیادی به دست اومد که نه، انگار باز نمیشه اینا از هم جدا کرد و مغز و ذهن با هم دیگه انگار در برخی جاها تلاقی دارن. لذا از اواخر قرن 20 از دهه 90 به بعد و الان در اوایل قرن 21 ما مواجه هستیم که ذهن و مغز دوباره به هم نزدیک شدن و دیسیپلین نوروسایکولوژی یا کلینیکال نوروساینس دوباره قوت گرفته و داره الان رشد می‌کنه.
میگه سه تا کیس هستن، یکی کیس تن، دیگری گیج و کیس اچ ام. به خاطر اینکه نمیخواستن اسمش مشخص باشه این سه تا کیس اومدن تحول ایجاد کردن. تن قبل از اینکه این سه تا کیس رو بگم، خب همین سال مدت ها میپرسیدن که آیا ما در مغز ما جاهای خاصی هست که رفتار ما رو تعیین بکنه یا نه، که گال کسی بود که در قرن 19 هم یه دانش رو تحت عنوان فرنولوژی پایه‌گذاری کرد و می اومد سر آدم ها رو نقشه‌گذاری میکرد و می گفت هر جای روی اسکال یا روی جمجمه مخصوص یک کار، مثلا این نایه مخصوص اعتماد به نفسه، این نایه مخصوص رقابت و حسد و این هست. حالا به عنوان مثال اما در حدود تارم رو گذاشتن که مثلا دو خودخواهی و خودشیفتگی و اگریشن و مثلا منیپولیشن بیشتر مغزش با این ها بیشتر سرش با این ها پوشیده شده. ولی این در واقع تا مدت ها این روش بود که میخواستن حدس بدنن که کدوم ناحیه مغز یا سر رفت داره به رفت داره. خود ما در فرهنگ عامیانه میگیم مثلا کسی پیشونیش بلنده میگن آدم آدم خوش آتیه ای هست، یا اینکه حالا آدم باورهای فرهنگی هستش. اما بعد از این داستان گال و فرنولوژی اتفاقی که افتاد این بود که در 1861 بروکام یک کیسی رو داشت که در واقع با به نام تن بود و اسمش هم به این خاطر میگفتن که تن، چون جز کلمه تن چیز دیگه نمیتونست بگه، یعنی کلامش رو از دست داده بود و فقط عبارت تن رو تکرار میکرد و همین اسم رو براش گذاشتن. و این بیمار زایه‌ای در لوب فرونتال خودش داشت، در بالای لترال سیمیت فیشر در واقع زایه‌ای داشت که در سمت چپ بود و این اختلال رو ایجاد کرده که از اونجا بروکا نتیجه گرفت که احتمالاً محل تکلم این ناحیه است و گفتن که آها پس این ناحیه از مغز داره تکلم رو تولید میکنه. بعد از بروکا در اوایل قرن 20 به کیس خیلی معروفی شما که به کلینیک نوروساینس مراجعه میکنید همه جای کیس رو میبینید و عکسش هم هست، که یک کارگر راهن امریکایی بود که در اثر یک انفجار میله آهن از داخل صورتش عبور میکنه و از زیر ماکسیداشش عبور میکنه و از بالای سرش خارج میشه. اتفاق عجیبی که میفته این کیس به این شکلی که بسیار زایه لوکالایز داشته، بقیه مغزش آسیب ندیده، فقط همین ناحیه بادامی که آمدش عبور میکنه فرونتال دقیقا باید اینجوره پیشونی. بعد هارلو مشاهده کرد که این فرد گیج بعد از اینکه حالا دوره نواحت چه گذارن رفتارش تغییر کرد، آدمی شد که شوخیار بیمورد میکرد، دیگه کارش رو به دقت سابق انجام نمیداد و آدم دقیقی دیگه نبود، حساب کتاباش خوب انجام نمیداد و گاهی حرفاش رو عصبانیت میکرد. اومدن و مطرح کردن که آها این ناحیه مغز میتونه مرتبط با فعالیت‌های اجرایی ما باشه، فعالیت اجرایی اینه که فعالیت مدیریتی من رفتارم رو مدیریت کنم، کی حرف بزنم، کی وایستم، کی بخندم، کی داد بزنم، اینجا رو شوخی بکنم یا نکنم. این رفتار مدیریتی مغز رو بهش میگن اگزیکیتیو فانکشن که در این کیس از دست داد. ما خب این خودش مطرح کردیم که بخش اوربیتو فرونتال مربوط در این رفتار مؤثر باشه. نکته دیگری که باز همیشه مورد سوال بود بحث اینه که حافظه ما کجای مغز ما رو اشغال میکنه، کجا رو درگیر میکنه. من یه پسر 7 ساله دارم، جالب بود یه روز من اتفاقی پرسید که بابا حافظه کجای مغزه؟ من خودم برام روی سوال بود مثلا، یعنی حتی یک کودک 7 ساله ذهنش درگیر اینه که وقتی من چیزی رو به ذهنم میبرم کجای مغزم ذخیره میشه. و خب توی این سوال خب خیلی سوال بررسی‌های زیادی انجام گرفت و لشلیک یکی از نوروساینتیست‌های معروفه که اومد 30 سال مدام مغز میمونا رو
بیوپسی میگیره و پاتولوژیشون رو بررسی میکرد و تستای مختلف انجام تا بتونه حافظه رو پیدا بکنه. من نتونست و در واقع در 1951 گفت که به نظر میرسه محل حافظه قابل پیدا کردن نیست. از این جهتی حق هم داشته، یعنی اینکه حافظه در مغز ما هم جا داره هم جا نداره. اما باز بر اساس یک اتفاق و یعنی کیس خیلی معروف که شما در کتاب دوستان هستن بکنید، کیس اچ ام هست که کیس اچ ام رو یک در واقع جراح ایتالیایی به نام اسکوبیله به علت اینکه این بیمار مبتلا به سر مقاوم به درمان بود، داروها جواب نمیداد، گفتن بیاین محل تولید دیسشارژ های الکتریکی رو ما برداریم تا بیمار دچار سر نشه. اومدن دو طرفه هیپوکامپ مریض رو برداشتن. هیپوکامپ قسمت داخلی لوب تمپورال رو واسه همیشه اکثر نمرات گذرنده می‌بینیم، بچه‌ها فهمیدین حالا این قسمت گیجگاهی ما قسمت داخلیش هیپوکامپه که بخش از سیستم لیمبیکه و نقش مهمی در حافظه داره. اومدن دو طرفه برداشتن و دیدن که این بیمار بقیه فانکشن های ذهنیش خوبه به جز اینکه هیچ چیزی رو به خاطر نمیسپاره. هر چی میگن دوباره بعد از چند دقیقه بعد دوباره تکرار به خاطرش نمیاد. اینجا نتیجه گرفتن که آها پس احتمالاً هیپوکامپ مسئول حافظه است و میتونه نقش بسیار مهمی داشته باشه. پس میبینید که برخی از کیس ها کاملاً هدایت کردم مسیر نوروساینس رو و به دنبال اون کم کم روش های تصویر برداری در دهه 70 میلادی با سی تی اسکن وجود اومد و روش های بررسی الکتروفیزیولوژی کمک کردن که ما بدونیم آها پس برخی از جاهای مغز برخی از کارهای ذهنی ما رو چیکار کنن هدایت میکنن. برای اینکه مقداری ملموس در باشه دو نمونه از کیس ها رو با خدمت شما میگم که بیشتر در باره متوجه بشید که این اپروچ چه کمکی به ما میکنه. یه اختلال داریم که من به اختلال بهش میگم فانکشنال نوروجیکال دیسوردر و اپیلپسی. حالا برای اینکه تو ذهنتون باشه من میخوام حتی به اینها فکر بکنید اگر میخواید تسکی انجام بدید بر اساس اون دو نمونه فوکوس بکنید، حالا برای اینکه یکم ذهنتون اورگانایز بشه و هدایت داشته باشه اون موضوع. فانکشنال نوروجیکال دیسوردر چی هست؟ باز یکم به تاریخ برگردیم. اگر برگردیم به تاریخ، در واقع 4000 سال قبل میگفتن که یک سری علامت هست که بهش در اثر جابجایی رحم در بدن آدم صورت میگیره. بودن در برخی از زنها چون رحم سرگردانه تو بدن حرکت میکنه، هر جا گیر بکنه باعث بروز علامت میشه. اگر در پا گیر بکنه باعث فلج پا خواهد، اگر در دست گیر بکنه دستش از کار میفته، اگر در گلو گیر بکنه باعث چیزی که فرد نتونه صحبت کنه. خنده‌دار ها مضحکه، ولی تا سال تقریبا اوایل قرن 20 این مفهوم رایج بود. حتی الان هم شما هم شنیدید چی میگن این مریضا رو؟ هیستریک میگن. میگن فرد هیستریکه. الان این حالتاشو ولش کن، طبیعی نیست، معمول نگران نباش، اینا هیستریکه. هیستریا یعنی چی؟ رحم. این رحم چرخیده از مصر باستان میاد، خیلی خیلی قدیمی. این تصور بود تا اینکه خب حالا مثلا هم بوراد تایید کرد این رو با نظر نگاه ارگانیک داشت و هم جاری نوسانیس هم میگفت ما بیایم چیکار بکنیم، یه کارهایی کنیم که اون رحم جابجا بشه. مثلا از آروماتراپی استفاده میکردن، میومدن مثلا گوهای خوش میگیرن که رحم دوباره به سر جاش در لگن قرار بگیره. حتی گاهی مجبور میکردن بیمارا رو به اجبار که رابطه جنسی داشته باشن، چون فکر میکنن که این رحم چون رابطه جنسی خوبی نداره جابجا میشه و رابطه جنسی به اجبار برقرار میشه تا این فرد حالش خوب بشه. یعنی گاهی بیمار ابیوز هم میشه. و در قرون وسطا نه تنها فکر میکردن این موضوع، حتی از این بدتر هم شد، فکر میکردن اینها شیطان زده هستن، شیاطین بر اونها نفوذ کردن و کیس های بسیاری هست مثل ماریو موسو که در همین ایالت باواریای فعلی آلمان این یک راهبه بود که دچار حملات تشنج میشد و تشنج مرسی اون توصیفی که هست کاملا تشنج
ارگانیک نبوده، سایکوجنیک بوده و چون فکر میکردن که این تحت تاثیر شیاطین اعلامش کردن. بسیاری از راهبه ها رو برای اینکه میتونی که اینها دچار نفوس اجنه و شیاطین هستن به خاطر از جنه، یعنی اینقدر نگرش تون و خشنی نسبت به این بیمارا داشتن. این روی کرد تا اول قرن بیستم بود تا اینکه فروید گفت این ناشی از جابجایی رحم نیست. هم شارکوب گفت هم فروید و اون مطرح کرد که به علت استرس های سایکولوژیک این استرس به بدن ما کانورت میشه. یعنی که من مثلا چون با همکارم بحثم شده نمیتونم فحش بهش بدم، جواب بهش بدم، این استرس میخوره به زبون من، رو سیستم تکلم من اثر میکنه، زبونم از کار میفته. اینو بهش گفت کانورژن، یعنی اختلال تبدیلی. باید با اون نگاه فروید، یعنی نگاه سایکولوژیکال، یعنی ذهن داره بدن رو تغییر میده. اما یک سری شواهد به دست اومد که از اوایل قرن 21 در سال 2000 شان اسپنس یک کار جالبی کرد. اومد این بیمارانی که مبتلا به اصطلاح کانورژن یا هیستریال بودن از نظر فانکشنال ایمیجینگ بررسی کرد که اگر این بیمار وقتی پاش فلج است و وقتی که میخواد این پا رو خودش اداشو در بره و فلج کنه و با یک فرد سالمی که سعی میکنه اداشو در بیاره مقایسه کرد، یعنی در سه حالت که آیا وقتی که فلج استراحاً هیستریکال داره، وقتی که خودش سعی میکنه این فلج رو انجام بده و وقتی که یک نفر دیگه میاد این فلج رو انجام بده، چه فرقی در برین اینجا میکنه مشاهده کرد که دورس و لترال پرفرونتال سمت چپ بیماران مبتلا به اختلال هیستریه یا کانورژن کاهش فعالیت داره. یعنی اینکه اگر فرد اختلال حرکت در اندام داره و بخواد خودش این ادا رو در بیاره، یه نفر دیگه ادا رو در بیاره، فرق می‌کنه. این عملکرد بعض ما متفاوته. جالب این بیمارا شما هر چی تصویر برداری ساختاری از مغز بگیریم، تصویر برداری ساختاریشون چیه؟ طبیعیه، این چی پیدا نمی‌کنه. این مریضایی که میرن توی مطب‌ها در نگاه مختلف هر چی ازشون عکس می‌گیرن، آزمایش می‌گیرن، آخر پزشک بهش چی میگه؟ میگه هیچی نیست. میگه برو خیال، هیچی نیست، مشکل نداره. ولی جالبه ساختار مغز سالمه ولی فانکشن مغز اختلال پیدا کرده. به همین خاطر بررسی های بیشتری باز انجام گرفت. مثلا مطالعه رو خانم مونگ در سال فکر کنم 2010 انجام داد، بیشتر از 3-4 سال. اومد فردی که لرزش دست داره، لرزش اصطلاحا کانورژن داره، دستش می‌لرزه، عکس ام‌آرآی می‌گیرن، مغزش سالمه ولی فانکشنال ایمیجینگ می‌کنن، وقتی که دستش لرزش داره و وقتی که میگن خودت سعی کن لرزش رو ایجاد بکنی، مقایسه کرد، دیدن که در این بیماران ناحیه هست عنوان دشگر رایت تمپورال پریتال جانکشن کاهش فعالیت داره وقتی که میخواد نقش بازی کنه، وقتی که خود به خود ایجاد میشه. و تمپورال پریتال جانکشن محلیه که کنترل حرکت و اراده ما رو حرکت تنظیم میکنه. پس نشون میده که این دار فانکشن مغز تغییرات میکنه در این بیمار. خب حالا این منجر به این شد که در سال 2013 اون اسم هیستریا که خیلی قدیمی بود بعد در قرن 20 شد کانورژن، تبدیل میشه به اسم جدیدی بهش میگن فانکشنال نورولوژیکال دیسوردر، یعنی عملکرد مغز در نواحی تغییر میکنه، باعث بروز نداره میشه. دیگه نمیشه گفت این فرد تو هیچی نیست، تو مشکلی نداره، اتفاقا مشکل داره. ممکنه ما با چشم غیر مسلح با بررسی ساختاری اینو مشاهده نکنیم، رضا منجر شد که الان درمان این بیماران تغییر کنه. قبلا الان شاید شما شنیده باشید من بگم تو کجاست، آب مقطر زیر جلدی بهش میدادن، یعنی که پنبه‌برداری شده بینیش میگرفتن که مریض تنبیه بشه دیگه از این ادمها در نیارن. مثل همون یه جورایی مثل تنبیه بود اون پستو که گفتم در واقع این نگاه تو ذهن پزشکا حاکم بود.
الان میگن نه باید درمانشون بکنید و یکی از درمانهایی که انجام دادن فیزیوتراپی، یعنی به بیمار سعی میکنن موومنت ریترینینگ انجام بدن، یعنی فرد دوباره اون حرکتی که از دست داده رو یاد بگیره و انجام بده. خیلی کارهای جالبی رو واسه مدل بیزیان ها رو بچه‌های فنی بهتر متوجه میشن برای تفسیر این اختلال به کار بردن و خیلی مدل کامپیوتیشنال ساینس خوبی میشه در این زمینه کار کرد که جذابیت کار رو میتونه برای شما زیادتر کنه. اما اپیلپسی یا تشنج، تشنج رو یا سر رو که میدونید آزاد شدن دیسشارژ های ناگهانی الکتریک در مغز ماست که منجر به تظاهرات رفتاری یا حرکتی میشه. مدل بارش میگه فرد ناگهان یه فریادی میزنه و میفته، بدن استرس میشه و بدنش میلرزه، تشنج بهش میگه که بسیار ناگهانی و اگر تکرار بشه و مدام در واقع اتفاق بیفته بهش میگن سر. حالا جالب توجه بکنید که در سر هم در تاریخ پزشکی یه مدتی فکر کردن ناشی از شیاطین و اجن و اینها هستن، احتمالاً شاید یه جنی شده در طرف اینها. بعد کاملا بعد از اینکه EEG در دهه 40 میلادی دهه 90 قرن 19 ساخته شد و به کار برده شد، این منجر شد که در واقع بفهمن که نتروات الکتریک هست در مغز بیماران و منجر به بروز علائم تشنج میشه. اتفاق گفت که در قرن 20 فکر میکردن که اپیلپسی، سر یا تشنج ناشی از صرفا اختلال الکتریکال در مغز و فرد دچار تشنج میشه. اما با شواهدی به دست اومد که مشاهده کردن که بیمارانی که مبتلا به تشنج یا سر هستن به میزان زیادی مبتلا به افسردگی هستن، به دچار افسردگی میشن. از طرفی دیدن که در بیمارانی که مبتلا به سر هستن مثل بیماران افسرده اختلال در عملکرد محور هیپوتالاموس، هیپوفیز، آدرنال دارن. در واقع این محور که از هیپوتالاموس شروع میشه به خوبی به فیدبک ها پاسخ نمیده، یعنی سرکش میشه، خودکار کار میکنه. یه شباهتی بین تمپورال لوب اپیلپسی، سر لوب تمپورال و افسردگی وجود داره. از طرفی خب در افسردگی مشخص شده یکی از نوروترانسمیترهایی که خیلی نقش مهمی در بروز افسردگی داره سروتونین هست که اختلال پیدا میکنه. همزمان شواهد نشون داد که در تمپورال لوب اپیلپسی این نوروترانسمیترها دچار اختلال میشن. از اون طرف دیدن که افرادی که مبتلا به سر هستن همزمان افسردگی روشون زیاده. جالبه که در یک فرد مبتلا به سر در لوب تمپورال 5 برابر امکانش بیشتر از یه آدم معمولی که به خاطر خودکشی خودش رو از بین ببره، حتی اگه شما سرش رو درمان بکنید. یعنی اینکه افسردگی توی وجود این بیماری هست. دیدن که غیر از اینکه اونهایی مبتلا به سر هستن و افسردگیشون زیاد میشه، دیدن برعکس هم درسته. یعنی کسایی که مبتلا به افسردگی هستن در این افراد احتمال بروز سر بیشتر میشه. انگار دروی یک سکه و مجرد میشه که فرد وقتی به یکی مبتلا بشه به دیگری هم مبتلا بشه. شاید نه همه فیزیوپاتولوژیش، شاید مکانیزمی که هر دوتا رو داره ایجاد میکنه خیلی به هم نزدیک و مختلفه. بر این اساس الان دیگه فکر میکنن که شواهد زیادی هست که ذهن، بدن و ذهن، مغز و خود، سر و افسردگی یا به طور کلی ذهن و بدن از همدیگه جدا نیست. از دهه 60 میلادی یک رویکردی به عنوان بایو سایکو سوشیو اسپریچوال شکل گرفت که وقتی ما یک فرد رو میبینیم هم باید بیولوژیش رو ببینیم، هم باید ذهنش رو ببینیم، هم جامعهش رو ببینیم، حتی جنبه‌های معنایی زندگیش هم دقت کنیم. در نور سایکالاتی خیلی دقیق‌تر میاد رابطه ذهن و روان رو بررسی میکنه. من حالا برای اینکه وقتم رو بیشتر بذاریم به بحث و اینها همینجا بحثم رو بکنم. نیم ساعت تا 40 دقیقه شد. در نوروسایکاتری اپروچ ما میپردازیم به رابطه مغز و ذهن. به عبارتی
هر اختلالی در رفتار مشاهده میکنیم میخوام ببینیم کجای مغز درگیره و یا هر جایی که از مغز آسیب میبینه میخوام ببینیم که این آسیب به در مغز چه علائم رفتاری ایجاد میکنه. حالا دوست دارم که شما اگر سوالی دارین بپرسین، براتون امکانی هست نمونه‌ای هست بپرسین، بعد میتونیم در مورد اینکه چه برای چه تسکایی با هم روش کار میکنیم صحبت کنیم. خیلی ممنون. مشکلی که داره پس طبیعی که افسرده بشه. بله، برخی از انواع افسردگی در بیماران مبتلا به سر انواع ریاکتیو هم واکنشی هم، ولی همش این نیست. گفتم خدمتتون که شما حتی سر رو درمان میکنید، یعنی کاملا حوالا تشنج بیمار خوب میشه، باز فرد افسرده است و باز احتمال روز خودکشی وجود داره. یعنی اصلا کاملا مستقل از این حالت های ناشی از بیماریش ممکنه این مقدار تنش روانی و احتمال بروز خودکشی در بیمار وجود داشته باشه. که این نشونه پس این بیولوژی اون زیر نهفته است که منجر به بروز این مشکل خواهد شد. با این توضیحاتی که شما فرمودید از تئوری های مثل چویس تئوری هم قابل پذیرفتن نمیده. مثال مرحوم دکتر گلاسر هم بیمار اسکیزوفرنیایی که توی بیمارستان بستری بود و خیلی هم مقاوم بود به میکنم. میتونه بله، خب گلاسر یه روانپزشکی که یه مقدار در واقع نگاه‌های سایکولوژیکال رو به زبان ساده‌تر داره میگه و اینکه ما مسیر انتخاب ذهنی چطوری باشه و اصطلاحاً رپرزنتیشن های ذهنی ما چی باشه میتونه رو بیهیویر ما اثر بذاره و در واقع باعث بروز علائم بشه. ولی من میخوام بگم که همش این نیست، یعنی باید به اینها توجه بکنیم. اگر بخواد نگاه کنیم ما هم مسائل اجتماعی در چه محیطی داریم زندگی میکنیم، اگر در یک محیطی هستیم که همه دارن ناامیدی رو ترویج میکنن متاثر میشیم، چه مسائل ذهنی هست، آیا من فکرهای اپتیمیستیک امیدوارانه در ذهنم به کار میبرم یا فکرهای پسیمیستیک فکرهای منفی رو دارم به کار میبرم، باز روی رفتار من اثر میذاره. و بیولوژی، اگر من سابقه خانوادگی قوی به نفع افسردگی داشته باشم، حتی اگر این موارد بیرونی هم نباشه باز ممکنه به مبتلا به افسردگی بشه. من دانشجوی کامپیوتر هم خواستم بگم کامپیوتریشن اینجا به چه درد میخورد؟ خب نکته جالبی رو سوال کردیم. نکنید الان خیلی واضح در مورد مثال بهتون بزنم در مورد بیماران مبتلا به فانکشنال نوروژیکال دیسوردر. ما میگیم ساختار مغز سالمه ولی فانکشن مغز در نواحی مغز تغییر میکنه. ما چطوری میتونیم مدل کامپیوتیشنال این بیماران رو در واقع تولید بکنیم و تفسیر کنیم؟ الان در مورد فانکشن نوروژیکال دیسوردر بیزیان تئوری خیلی روش کار شده و در واقع بزن یه استرس نشون بدم براتون و
نمیدونم چرا با مدل بیزیان آشنا هستی شما. الان مدل بیزیان فانکشنال لوجیکال دیزوردر مدل روز تفسیری الان میگه که در مدل بیزیان ما حرکتی که اتفاق میفته حاصل تعامل بین تصویری که در ذهن ما هست و محرک هایی که از محیط دریافت میکنیم. اون تصویری که در ذهن ما هست، تصویری که آگاهانه باشه، الزاما تصویر ممکنه تصویر کاملا ناآگاهانه باشه، این یک پرایر در ذهن ما ایجاد میکنه، در واقع یک پیشاهنگی که حرکت رو تعیین میکنه. به عنوان مثال من میخوام برای این مثال بزنم خدمتتون، وقتی که من میخوام برم توی اتاق خواب خودم که هر روز دارم میرم و بلدش هستم، اگر تاریک هم باشه راحت میدونم کلید کجاست، میزنم دقیقا میدونم تختم کجاست، میدونم میخوابم. چرا؟ چون اینقدر رفتم اون پترنش در ذهن من شکل گرفته، اینجا پرایر یعنی اون چیزی که در واقع تصویر ذهنی اول مسیر حرکت من مشخص میکنه، دیگه نیاز از محرک بیرونی استفاده بکنم. اما اگر دارم میرم توی این هتل و بعد لامپش خاموشه چیکار میکنم؟ میگردم دنبال کلید و تام با آهستگی میذارم، مواظب دستم به لیوان نخوره و دارم. اینجا چی میشه؟ اینجا حرکت من بیشتر مبتنی بر اینپوت های حسی بیرونیه که تنظیم میکنه اون پرایور ذهنی من رو که من حرکت صحیح رو انجام بدم. در واقع حرکات ما تعادلی بین این دوتا هست بسته به نوعی حرکت. در بیماران مختلف فانکشنال لوجیکال دیزوردر بر اساس بیزیان تئوری و یافته های فانکشنال ایمیجینگ و مدل کامپیوتیشنال، الان فرض بر اینه که وقتی یک فرد دچار یک تروما میشه، نه داخل در کودکی یا در سالهای زندگیشون یک ضربه میخورن یا ضربه یا خشونت فیزیکی دارن یا ناگهان یک استرس خیلی شدید پیش میاد یا حملات پنیک دارن، چی میشه؟ این تصویر پرایر تغییر میکنه، یعنی اون الگوی همیشگی میره پایین، یه الگوی معیوب جدید پیش میاد. فرد دیگه مثلا میخواد راه بره دیگه چیکار میکنه؟ از پاش میلرزه با احتیاط میره جلو و میان در مدل های جدید میگن ما بیایم دوباره چیکار کنیم؟ بیایم ریترینینگ کنیم، دوباره الگوی پرایر جا افتاده رو بیاریم بالا. وقتی دوباره تمرین میکنه راه رفتن رو، اون الگوی قبلی میاد بالا و فرد رفتار طبیعیش پیدا میکنه. جالبه، یکی از چیزایی که همیشه میگن بیمارا ساختگی نرمشون چیه؟ میگن وقتی شما حواس مریض رو پرت میکنیم طبیعی راه میره. مثلا مریض که شما لگدمان داره راه میره، بعد در اتاق میره بیرون، شما از پنجره نگاه میکنید که داره سالم راه میره، میگه آها نکنی داره فیلم در میاد، داره من سر کار میزنه. اتفاقا این نیست، چون وقتی شما دیسترکت میشید اون الگوی یاد گرفته قدیمی میاد بالا و حرکت شما صورت میگیره. حالا اگر شما میخواید گرفتید که از این داستان چیه، اگر بخواید کامپیوتیشنال کار بکنید، برای این خیلی جالب مثلا در مورد تشنج های بازنم های اسلامی هست که نشون بدم، این آقای مارکل وارس که من تو لندن باش کار کردم، خیلی این در اون مقاله دارم و نورولوژیسته و خود هم داشت در فانکشنال کار کرده. الان در مورد تشنج های روانزاد یا عصبی که فرد دفعه هیستریک همون لفظ هیستریک تشنج میکنه، مشاهده کردن که در باز این روش ایمیجینگ رو در دوی بچه های که ما کامپیوتر کار بکنن این هست، دیدن که در این ما اگر بخواهیم که یک حرکت معمولی داشته باشیم، نواحی ایموشنال ما روی حرکت میتونن اثر بذارن، ولی چجوری؟ نواحی ایموشنال مثل اینسولا بیاد در آنتریو سینگل جایروس دیتا ها رو بیاد، از اون طریق نواحی پریسنترال پریسنترال سورتوس رو تنظیم کنن که حرکت طبیعی صورت بگیره. دیدن در بیمارانی که تشنج های عصبی دارن یا روانزاده هستن، ناحیه اینسولا خودش مستقیم با پریسنترال سورتوس کانکشنش افزایش داره، یعنی در واقع بایپاس میکنه ایموشن ما. وقتی من استراحت پیدا میکنم ناگهان دچار چی میشم؟ لرزش میشم و میفتم. اینا روش های ایمیجینگ که شما میتونید به کار برای دوست داشتین روی دیگه اولیش هست. الان مثلا روش های که گراف تئوری هست، میشه این گروش کار کرد، هنوز کار زیاد نگه انجام نگرفته و همچنین روش های دیگه ایمیجینگ یا مدل های ریاضی مدل های کامپیوتیشنال
در واقع تئوری میشه در مورد این بیماران به خوبی کار کرد. در مورد اپیلپسی و تشنج الان کار قشنگی میشه کرد که خب بیماران این مبتلا به تشنج هستن، این بیماران وقتی مقابل به درمان هست ما مجبوریم که براشون جراحی انجام بدیم. الان خیلی مهمه که اگر ما برای جراحی بکنیم مثل HM هیپوکمپش رو بخوایم برداریم چقدر از حافظش آسیبی چقدر میگه، چون برای مهمه فقط تشنج که از بنظر کافی نیست، ما میخوایم فرد زندگی خیلی فعال و خوبی داشته باشه. الان میگم بیا پردیکت کنیم که این چقدر ما میتونیم حافظه شون نگه داریم و چقدر احتمال داره آسیب ببینیم. اینا خیلی کارهای پردیکتیو و جالبی که میشه انجام کرد. دو تا سوال داشتم من، یکی اینکه برای اینجور مسائل چون بحث برین کانکتیویتی و این چیزا هم زیاده از متدای ای جی و اینا میشه استفاده کرد؟ برای کانکتیویتی چندان از ای جی نمیشه استفاده، ولی ای جی مریضا روشون کار شده، ولی میشه مثلا کیو ای جی انجام داد، کوانتیتیتیو بررسی کرد، شاید بشه شواهدی به نفع پیدا کرد که اونها از یک سرع در تشنج سریع افتراق شد. بعد سوال دیگه که داشتم برای چه برای دیاگنوستیک چه برای تریتمنت از حالا متدهای مثل حالا گیم یا مثلا وی آر یا چیز اینجوری ممکنه بشه استفاده کرد برای اینجور مریضا؟ برای فانکشنال میشه از وی آر استفاده کنید برای تریتمنت. اتفاقا ایده خیلی خوبیه که ما بتونیم از روش وی آر استفاده بکنیم، تسکای کار میکنیم اینا بدونن موومنت ترینینگ رو یاد بگیرن. اونجایی که ما مریض رو ببریم رو دستگاه حرکت بکنه با وی آر کمکش کنیم که بتونیم موومنتش برگرده، تشنجش برطرف بشه. تعریف اون از ذهن چیه دقیقاً؟ ذهن خیلی سوال، خیلی سواله. زنی به ریشه شما نکنه تعاریف متعددی هست، ولی اون چیزی که ما در نورو سایز و نورو سایز و روان پزشکی میگیم شامل فعالیت های عالی مغز که اگر بخوایم به طور خیلی ابجکتیو بگیم شامل خورد یا مود یا ایموشن که هم درونی عواطف هم بیرونی عواطف، تفکر اون چی که ما فکر میکنیم، پرسپشن اون چی که ادراک میکنیم و کاگنیشن هست که کاگنیشن خودش شامل هوشیاری هست، شامل حافظه هست، شامل تفکر ابسترکت هست، همه اینها رو میگن مجموعی اینا رو میگن ذهن. برای اینکه از ذهن شما ارگانایز تر بشه این دو تا اختلال من گذاشتم در ذهنتون، یکی برای سر تشنج های سری و تشنج های روانزادی و عصبی چه مدل های کامپیوتیشنال مخصوصا در مورد تشنج های روانزادی و عصبی میتونیم طراحی بکنیم و همچنین برای اینکه اگر ما بخوایم این بیماری رو اول جراحی بکنیم با ناحیه سر ناحیه تشنج رو برداریم چه روش هایی برای پریدیکشن میزان آسیب بعد از لاغر داشته باشیم. اما چیز هست و واضح هست برای دو مدل شما بسید کار کنیم بله بله. حالا خودتون اگه با سوال داریم میتونیم بگیم روش کار کنیم. این تصویر رو با دنبال کنیم چطوری؟ برای اتفاق خیلی ممنون، مرسی. تشویق هم باید